آخرین ننگین شریعت طالبانی 23 سال قبل هنگامی که جنگجوهای آمریکایی با لباس شرعی زیر نام مجاهد و با شعارهای اسلامی برای اهداف شوم کفری می جنگیدند با پیروزیشان افغانستان در دست این دلالان دین و اسم طالبان افتاد. همزمان با به قدرت رسیدن این گروه جاسوس شریعتی ساختند و مهر احکام اسلامی بر آنها نهادند. شریعت طالبانی انسانستیز دارای چنین احکامی بود. زن باید در خانه می ماند و در صورت ضرورت جدی با محرم بیرون می شد. برقه با عنوان حجاب تایید شده دین اسلام تعیین شده و معلوم شدن دست‌ها و پاهای زن مطلق حرام گردید. آموزش حرام خوانده شد و ازدواج اجباری کودکان حلال شد. داشتن ریشه دراز که اندازه آن باید برابر مشت مأموران امر بالمعروف می بود شرعی شد و پوشیدن پیراهنتون بان با پاچه های بلند لباس اسلامی برای مردان تعیین گردید. شنیدن موسیقی، رادیو و دیدن تلویزیون مطلقاً حرام خوانده شد. نمازهای اجباری که در آن داشتن وضوع تهارت و مکرر آن مهم نبودند از جمله فرضیات این شریعت انسان ستیز اعلان گردید. بعد از پنج سال جنایت در برابر انسان و دین با رأی و فرمان امریکا شکست خیش را معامله کردند. طی 20 ساله که تیکداران این گروه تروریستی در پاکستان به صورت مخفی مصروف شستشوی مغزی اطفال و نوجوانان کشور بودند از آنها برای عملی کردن پروژه های نفاق اندازی، تخریب کشور، قتل جوانان و نوجوانان، ترور روشن فکران، بدنامی دین اسلام، سرکوبی جوانان دادخواه و فعال، قاچاق مواد مخدر و صدها جنایت دیگر استفاده سو کردند و باز هم بر تمامی این جنایات مهر شریعت اسلامی زدند. با تغییر سیاست های آمریکا به دست جو بایدن تصمیم بر پاشیدن حکومت مافیایی سودخوره که به دست رهبران سیاسی جاه طلب حریص افتاده بود گرفته شد. برای مردم متعصب و خسته از دموکراسی ساختگی این گروه قاتل به عنوان بهترین جایگزین انتخاب شد و دوباره این دین ستیزان با شعارهای اسلامی در روی صحنه و جنایات خیش ادامه دادند. ولی جالب اینجاست با وجوده که این گروه نوکر و جاسوس در شریعت جدید خود نیز انسان ستیزی می کند اما تفاوتهای با شریعت قبلیشان وجود دارد. شریعت جدید طالبان چنین است. زنان افغان حق کار، سفر، تحصیلات عالی را ندارند و صحبت کردن با زنان افغان جهاد و دین این مجاهدین را خدشدار می کند. در حال که زنان بی سطر پاکستانی را با تشریفات و خوش آمدگویی به میز مذاکره می طلبند. لباس سیاه سرتاپا بجای روی برقه به عنوان حجاب اسلامی بر زنان و دختران تحمیل گردید. تحصیل را فقط برای دختران سنف اول ششم حلال اعلان کردند و حتی درس خواندن در خانه را نیز حرام خواندند. زنان افغان حق رفتن به پارک ها اماکن تفریحی و تاریخی را ندارند ولی در بازارهای آزاد کارهای شاقه را انجام می دهند. رادیو و تلویزیون را در صورت حلال میدانند که موسیقی و چهره زن در آن دیدن نشود. رسانه ها فقط خبرهایی را می توانند نشر کنند که جنایات این گروه دین ستیز را انعکاس ندهد. ملا امامان جوان و روشنفکر فکر مساجد تهدید شده و به جای آنان از معموران دلال این گروه مقرر می گردد. و این تغییر ننگین خود چه پاسخی دارید؟ این سوالات متوجه تمامی شما تیکداران دلال دین است. آیا 20 سال زندگی کردن در قطر و دبی از هان شما دلالان را تغییر دادم؟ و یا شریعت طالبانی شما با سیاست های مدرن و دکتی شده وارد عمل شده است و یا احکام شرعی خیش را از امریکا می گیرید میدانم. دانم می الا روز رستاخیز بر این تغییر ننگین شریعت خود ساخته خیش پاسخی نخواهد داشت شریعت طالبانی که با تار موی زن می لرزد و پشیز نمی لرزد.